آقا یه سری میگن صدرا قاتله، یه سری میگن کار ناپدری ساحله، یه عده به رضا پروانه شک دارن، یه سری هم مثل من فکر میکنن که قاتل پسر عباس و سمیه است. تو این ویدیو قرار بررسی کنیم ببینیم که چرا میگم که این آدمایی که گفتم قاتل نیستن یا ربطی به این داستان اصلا ندارن و فکر میکنم که پسر عباس و سمیه این کار است. با دلیل همشو بهتون میگم و اینکه ببینیم که بازیگرش کی میتونه باشه. به نظر من بانی پال چومون نیست بازیگر این نقش. تا آخر ویدیو همراه من باشی تا ببینیم چه خبره. سلام، من محمد علی ام شیرزاد. خیلی خوش اومدید به کانال شیرزاد فیلم. تو این کانال فیلم و سریال معرفی میکنم و فیلم و سریالی که منتشر میشن رو بررسی میکنم. پس اگه به این دست از موضوع علاقه داری و هنوز کانال منو سابسکرایب نکردی که دیگه چی بگم بهت، دیگه سابسکرایب کن. و اینکه حتما اگه ویدیو قبلی من در مورد پوست شیر رو ندیدی اصلا دیگه اینو نبین، چون اصلا همه چی از اونجا شروع میشه. اول برو اون ویدیو رو ببین و بعد بیا سراغ این ویدیو، چون این ویدیو ادامه اون ویدیو قبلی است. چقدر ویدیو دارن. من اگه جای تو بودم خیلی هستن که به صدرا شک دارن و میگن که صدرا قاتله و دلیلی هم که میارن اینه که خب میگن صدرا اون شب شمال بوده و یه سری توری میگن، شاید میگن که احتمالاً صدرا همون بچه عباس و سمیه است و خب با نقشه وارد زندگی ساحل و حالا نعیم شده و رفته جلو آروم آروم که بتونه انتقام بگیره. چیکار داشتی شما؟ شخصیه. ببین به نظر من کلا این قضیه کنسله. صدرا خیلی آدمه، اصلا کلا شخصیت رویه برای ما. ما چندین بار صدرا رو تو تنهاییش تو سکانس‌های مختلف دیدیم که چه واکنشی داشته به این قضايا. صدرا همون آدمیه که رفت بنزین ریخت رو خودش که آدرس صمد رو بگیره، کلی کتک خورد. همون آدمیه که وقتی شنید ساحل زنده است ریاکشنش رو یادتون بیارید، یا وقتی که ساحل اونجا گلوله خورد ریاکشن صدرا رو یادتون بیارید. من فکر می‌کنم کلا این قضیه کنسله. من که صدرا شخصیت کاملا سفیدیه و حالا اشتباه ترین کارش همون به نظرم برنامه کردن با اکسش بود. و حالا من اصلا قبل از این که این قضیه انگشتر رو حلقه بیاد وسط، من فکر میکردم که شاید اصلا کار همون آدمه باشه، کار همون دختره باشه. از پسش بر میمد به نظرم، چون دیدی دیگه چی کار کرد. اصلا یه برنامه گذاشت، با زور صدرا رو کشون اونجا و بعد فرداش ساحل هم کشون اونجا که اصلا اینا همدیگر اونجا ببینن و داستان بشه. و یه نفرتی معلوم بود داشت از ساحل، علتش هم مشخصه و خب ممکن بود که این نفرته شدیدتر بشه و بره این کارو بکنه. یعنی یه چیزی بود که من فکر میکردم در موردش. حالا الانم قطعا حالا 100% ردش نمیکنه، ولی 99% میگم که میدونم که قاتل این نیست و کسی که من میگم. یا نمیدونم رضا پروانه و ناپدری ساحل و کلن هر شخصیتی که مثل اینا سفیده، به نظرم واقعا وقت تلف کردن زیادی روشون فکر کردن. اینا اصلا تکلیفشون کاملا برای ما مشخصه. ببین آدم همه جا، اصلا یه جاهای سریال، به خود نعیم، نمیدونم به حتی خود ساحل هم شاید تو اصلا شک کنی. این اصلا یه جوری چیدن که ما به همه شک کنیم. کلا دوست دارن که ما شک کنیم و خیلی هم این کارو دارن درست انجام میدن به نظرم. دمشون گرم واقعا. ولی دیگه تو این نقطه به نظرم از رضا پروانه و نمیدونم صدرا و ناپدری ساحل و اینا گذر کردیم. ما دیگه اطلاعات خیلی بیشتری داریم الان. یه پرانتزی باز کنم بین حرفام. وقتی که ساحل واقعا کشته شد، حالا باز یه سری میگن که کشته نشده و نمیدونم صحنه سازی مشکات برای اینکه حالا اونو بگیره، که اصلا ولم کنید. وقتی که ساحل کشته شد، بعد تمام شدن اون قسمت اصلا کلی کامنت و نمیدونم فوش و همه چی به کارگردان و نمیدونم فیلم نت و اصلا که جمع کنید، ما دیگه سریال رو نمیبینیم و این چی بود و اینا. خب هر کسی یه نظری داره، ولی من خودم به شخصه نظرم اینه که واقعا من استقبال میکنم از این قضیه. چون میدونی هر موقع که تو فیلم یا سریالی یه کاری بکنه که واقعا آدم اینجوری بگه که بابا بی خیال مگه میشه همچین چیزی، چرا این کارو کرد، نظرم کار درستی داره انجام میده. هر موقع فیلم یا سریال جوری جلو بره که من انتظارشو نداشتم، من خودم به شخصه خیلی خوشم میاد، میگم دمت گرم، یه کاری کردی که مثلا فکرش هم نمیکردم. البته که باید این کارو تمیز انجام بده، که به نظرم تو پوستش تمیز و درست جلو رفت. و میگم وقتی میبینم دیگه میگم آتش دیگه، فیلم و سریال دیگه، قرار نیست که اصلا زندگی شخصی من نیست که جوری که من دوست دارم بخوام جلو بره. فیلم و سریال بذار یه کاری بکنه حال کنیم دوره هم. میدونی چی میگم؟ آخر ویدیو قبلی گفتم که آقا به نظر من قاتل پسر عباس و سمیه است. تو کامنت ها کردم که بعضی اصلا نمیدونن کی به کی تو این قضیه. بذار توضیح خلاصه ای بدم برای کسایی که نفهمیدن این جریان رو. آقا عباس کسی که کشته شده سر قضیه 15 سال پیش نعیم و رفیقاش. سمیه زن عباسه.
این عباس و سمیه یه بچه داشتن طبق گفته های نعیم تو قسمت اول به زنش که گفت، زن سابقش که گفت که من زن و بچه مردم رو خلف نکردم، پس اینا یه بچه هم داشتن. بعد خلیل کیه؟ خلیل داداش عباسه که بعد اینکه عباس میمیره میره با سمیه ازدواج میکنه. حالا این سمیه دو تا پسر خاله داره که این پسر خالاش کی میشن؟ همون آدمی که همون دو نفری که با نعیم اون قضیه حالا قتل و دزدی و اینا رو با هم جلو برده بودن. شخصی نداریم وقتی کسی که داریم راجبش صحبت میکنیم و قتل رسیده. حالا دو سه نفرم اومدن تو تاریخ بهم گفتن که فکر میکنن قاتل خود عباسه، عباس نمرده زنده است و الان اومده که داره این کارو میکنه که به نظرم واقعا جور در نمیاد. واقعا فکر کنم اصلا بیخیال این قضیه. میدونی چرا؟ چون اگه میدونی چرا، اگه عباس زنده بود هیچ موقع من فکر نمی کنم اینا میومدن یه جوری میچیدن که مثلا داداش عباس بیاد سمیه رو بگیره. میدونی چی میگم؟ این اصلا جور در نمیاد. و اینکه عباس هم سن و سال اصلا نعیمینا بوده، این که ما داریم میبینیم معلومه آدمه دیگه ته ته 30 سالشه. حالا ببینیم که اصلا انگیزه این آدم چی میتونه باشه برای انجام این کار. حالا پدرشو که کشتن درسته، ولی خب کشتن ساحل انتقام مناسبی به نظرم برای کشتن پدر اون نیست. کشتن و اذیت کردن ساحل اصلا جور در نمیاد. به نظرم اون انتقام کشته شدن پدرشو از اون دو نفر، از اون دوتا پسرخاله سمیه گرفته. چون تو ویدیو قبلی هم گفتم خب اون مادرشون گفت که اینا تقاص کارشون رو دادن و یه جوری گفت که انگار مثلا نمیدونم اینا مردن یا حالا یعنی فکر میکنم خیلی مثلا فکر میکنن که این دو نفر مردن. اگه اینا مرده باشن خب به نظرم این اصلا تقاص کشته شدن پدرش رو از این دو نفر گرفته. ولی حالا البته اینجا یه پرانتز باز کنم، اگه این دو نفر مردن چرا هنوز پلیس شک نکرده به این قضیه که مرگ این دو نفر میتونه مربوط باشه به این پرونده؟ نمیدونم، شاید میخوان حالا جلوتر باز بگن که اینم از چشم پلیس دور مونده بود. احتمال داره که حالا ما این همچین سکانسایی ببینیم اگه این دو نفر مرده باشن. شاید هم اگه نمرده باشن هم مطمئنم که میرن سراغ این دو نفر، یعنی احتمالش خیلی بالاست. حالا چرا این آدم اومده یه جور دیگه از نعیم انتقام بگیره؟ چرا بچه‌شو دزدیده؟ چرا دخترشو دزدیده برده تجاوز کرده برده نمیدونم اذیتش کرده و کشتتش؟ خب یه دلیل میتونه داشته باشه. به هر کی همچین داستانی رو تعریف کنیم یه قضیه ناموسی بوده و به نظر منم اینطوری بوده. حالا دو تا به نظرم گزینه داریم، یعنی دو تا اتفاق ممکن افتاده باشه. اولی اینه که آقا نعیم وقتی که حالا اینا رو خفت میکنن و اینا تجاوز کرده باشه، که به نظرم اصلا خیلی دارکه این قضیه اگه این اتفاق افتاده باشه، چون ما نعیم رو اینجوری نشناختیم اصلا، یعنی خیلی دور از ذهنه. مگه اینکه اون موقع اینجوری بوده باشم که اصلا فکر نمیکنم اینطور باشه. چرا؟ چون مثلا رضا پروانه گفت که رفت چه جوری مثلا خواهرش رو نجات داد از اونجا، اصلا معلومه که اصلا همچین آدمی نیست. و یا مثلا خودش همون زن سابقش تو قسمت اول گفت که من زن و بچه مردم رو خفت نکردم، یا همین تو قسمت آخری که تو الان دیدیم تو همون قسمت تون سکانس آخر به مشکات گفت که من گرگیم باشم که اینو دارم میگم، باز حق بچم این نبود. یعنی تو این مدل بیانش آدم اصلا اینو حس نمیکنه که این آدم همچین کاری کرده باشه. دومی اینه که آقا اصلا این آدم اصلا کلا این قاتله تو سوء تفاهمه، اصلا اشتباه داره میزنه، یکی دیگه رفته این کارو کرده و این فکر میکنه که حالا یه جوری شاید صحنه سازی کرده که کار نعیم بوده، یا اصلا یه جوری رسوندن به این که کار نعیم بوده. این داره از نعیم انتقام میگیره که بازم دارک میشه. اصلا کلا خیلی دارک شد قضیه. حالا اگه دقت کنی این آدم یه خورده پاش لنگ میزنه، من فکر میکنم همین لنگ زدن پاش تو قسمت‌های آینده همین باعث میشه که پاش گیر بیفته. اصلا حالا چه مدلیه؟ ببین، یا این آدم موقعی که اینا داشتن حالا خفتشون میکردن یه ضربه یه آسیبی به پاش خورده، یا این که اصلا مادرزادی اینطوری بوده. اگه هر کدوم از این دو گزینه باشه، هم نعیم هم اون دو نفر که شاید زنده باشن، اگه زنده باشن میدونن که آقا این آدم پاش لنگ میزنه. بعد اگه پلیس یا خود اینا شک کنن که قاتل این آدمه، یعنی پسر سمیه و عباس میتونه باشه، میتونن یه پلنی بچینن، یه تله‌ای درست کنن که از طریق همین لنگ زدن پاش بتونن شناساییش کنن و گیرش بندازن. در مورد اینکه بازیگر این نقش کی میتونه باشه هم خیلی صحبت هست. یه سری میگن علیرضا استادی، که اصلا جور در نمیاد که آخه اصلا نه فیزیکش نه سنش. یه سری هم میگن بانی پال شومون، که اونم باز منطقی تره یه خورده. ولی خب بیاد یه خورده فکر کنیم آقا اصلا اینا اومدن همچین سریال خفنی درست کردن، اینجوری کلا ذهن همه رو درگیر کردن، به نظرتون میان اسم همچین کاراکتر مهمی، اسم بازیگر این کاراکتر رو بیان بنویسن توی تیتراش، توی لیست بازیگرا، که حالا ما بریم از توش به همین راحتی پیدا کنیم بگیم که خب فلانیه؟
یه ذره اصلا به نظرتون لوس نمیشه؟ به نظر من خیلی لوس. اصلا جذابیتش به همینه که اصلا ما تصوری از این کاراکتر توی ذهنمون اصلا نداریم، یعنی اصلا نمیدونیم کیه، چه جوریه، چه شکلیه. حالا بگه بازیگرش رو بشناسیم واقعا دیگه اصلا نمیچسبه به نظرم به آدم. و اینا هم آدمای واقعا باهوشی هستند وقتی که همچین سریال خفنی رو ساختن. به نظرم این کارو نمیکنن که بیان اسم بازیگر رو بنویسن. و قبلا هم تو سریال دیگه اتفاق افتاده که با ورود یه بازیگری اسمش رو اضافه کردن به تیتراژ و حالا لیست بازیگر و اینا، و اینجا به نظرم این اتفاق میفته. و حالا اینکه این بازیگر کی میتونه باشه، شما حدستون توی کامنت ها برام بنویسید. من یه حدسی دارم ولی ببین نمیخوام بگم راستشو بخواید، علتش هم میگم چرا. چون من فکر میکنم که حدسم درسته، یعنی احتمالش خیلی زیاده که درست باشه. اگه نگم اتفاق خاصی نمیفته، ولی اگه بگم به نظرم کار درستی نیست که حالا اینو بخوام بگم. بیاید یه کار باحال بکنیم بجاش. من همین تو ادامه همین صحبتام، دوربینم فکر کنم داره قطع میشه، حالا تا قطع نشده، من تو ادامه همین صحبتام میام یه چیزی رو میگم. میام میگم که آقا به نظرم بازیگره این نقش فلانیه، ولی نمیارم توی ادیت، تو ادیت نمیارم تو همین ویدیو. بعدن وقتی که مشخص شد بازیگر کیه، تو همون ویدیویی که برای اون قسمت قراره بسازم، این تیکه رو میام اضافه میکنم تو اون ویدیو. یه نکته دیگه هم که وجود داره اینه که آقا این اصلا قضیه مشکات و این نمیدونم مرگ دخترش خیلی بی ربط نمیتونه باشه به این قضایا کلن، که حضور اصلا مشکات تو این پرونده معلومه که این آدم با برنامه ریزی اصلا اون قضیه درختی و شبیه سازیش به پرونده قتل درختی رو راه انداخته که قصدن اصلا این مشکات بیاد افسر پرونده شه. و داریم میبینیم یه جوری چیده که مشکات هم هی داره به نعیم نزدیکتر میشه، اینایی با هم دارن نزدیکتر میشن و با هم دارن جلو میرن. من خودم فعلا نمیدونم دلیل خاصی یعنی دارم، ولی باید محکمتر بشه چیزی که من خودم دارم فکر میکنم تو ذهنم. تو ویدیوهای بعدی هست من سعی میکنم بگم، ولی خب چیزایی که حالا از این ور اون ور شنیدم، دوستان بهم گفتن، تو کامنت ها خوندم و اینا، خیلی دارم میگن که شاید اینجوریه که همسر سابق مشکات، مادر دخترش، دنبال انتقام از مشکاته، چون فکر میکنه که مشکات باعث مرگ دخترش شده و واسه همین این همسر سابق مشکات دستش با اون پسر عباس توی کاسه است، با هم دارن جلو میرن، که اینم به نظرم حالا ممکنه، ولی بیشتر در موردش تو ویدیوهای بعدی صحبت میکنیم حتما. شما هم حتما نظرتون در مورد حالا این قضیه و کلا چیزایی که تو این ویدیو گفتیم توی کامنت ها برام بنویسید. و اینکه حتما ویدیو رو لایک کنید که ویدیو برای آدمای بیشتری نمایش داده بشه، و حتما سابسکرایب کنید چون ما برای سریال پوستشیر از این بعد ویدیو داریم، هر قسمت که اومد ویدیو داریم. و اگه حالا باز مثل همین اتفاقی که افتاد توی ویدیو جا نشه، دوتا ویدیو میزنیم هر هفته دیگه برای پوستشیر. دمتون گرم، مرسی که تا اینجا همراه من بودید، حتما منتظر ویدیوهای بعدی باشید.